من همیشه استرس داشتم که مثلا مورد تمسخر قرار نگیرم، اذیتم نکنن. بیشتر مثلا فکر میکنم پسرا این کارا رو راجع به من بکنن، ولی باور نمیشه که وارد که شدم، وارد اون محیط دانشگاه که شدم، بیشتر تمسخرا سمت دخترا بود. خیلی مسخرم با که مثلا اینا باید بیشتر ما رو درک کنن، چون ما میجوری مثلا شبیه خودشونیم یه جورایی. ولی بهترین رفیقای من تعجب کردن پسرا بودن. من اصلا با دختر آبم توی جوب نمیره، نمیدونم الان بذار من برای چی. حالا داستانتون چیه؟ ببین من یه چیزی بگم، اولا بذار من بهت شفاف سازی کنم. خب من آدم بیهانستی هستم، روکی هم، همه منو میشناسن، از حرفام ناراحت نمیشن. ببین نه. من فکر دخت من هیچ دوستی دختری ندارم، چون دخترها خیلی حسودن و خیلی از ترنس ها و کونی ها کیردوسترن. دخت شاید مثلا ما مثلا یکی مثل من و تو کیردوز هستیم، ولی به هر قیمتی کیر نمیدوزیم. We don't care، برای ما مهم نیست. میگیم بود بود نبودم، میگیم ببخشید کست ننش، یه کیر بهتر. ولی دخترها نه، دخترها خدا نکنن روی کسی زوم کنن. مثلا یه پسری اومده به من صحبت میکنه، دختره میگه من باید یه کاری بکنم این پسره جذب من بشه و دیگه سمت آریان نره، کل زندگیشو میذاره، حاضره یه دست و پا نداشته باشه ولی فقط پسره رو از من جدا کنه. میدونی به خاطر اینه. و وقتی که دو ببخشه، چرا دختر بیاد با تو خوب باشه وقتی تو داری کون میدی؟ وقتی که تو داری غذای دخترو میخوری چرا با تو خوب باشه؟ چه دلیلی داره خوب باشه باشه؟ وقتی که وقتی که ببخشی تو داری کل پسرای دانشگاه رو میخوری، چرا باید دختره با تو خوب باشه؟ چرا؟ وقتی تو داری سهم کیر اون دختر رو میخوری، راحتم میخوری، چرا باید به تو خوب باشه؟ باورت میشه من خودم محیطی که توی زن باشه نمیرم، چون نمیخوام ناراحتشون کنم. میتو باورت میشه من اگه بخوام کسی رو زخمی کنم، ببخشید من الان یه پسری ام که زن و دختر 14 سالش هم به من نمیرسه. چرا بگم چرا دختر 14 سالش به من نمیرسه؟ دختر 14 ساله کست داره. ببین من یه منطقی دارم، الان دختر 14 سالش هم نمیتونه خودش رو با آریان بگیره، چون یک دلیل دارم که همه رو میشوره و میذاره. اون دختره هزار گه میخوره که به کیر برسه، بعد همون کیر هزار تا گه میخوره به من برسه. آخرش منم، فاینالی میم. پس دختره عزیز خیلی برای کیر تلاش نکنید، چون همون کیری که تو شما تلاش میکنید که بهش برسید، اون کیره تلاش میکنه به من برسه. چون کون دوست پسر شما همه سوراخاشون مثل این چاه بازه، منتظر کیر آریانن. پس هیچ وقت منو دیدی فرار کن، چون یک بلای سرت در میارم. فیلم کون شوهرتو برات میفرستم تا آخر عمر گریه کنی. فهمیدی رضا چی میگم؟ بله دقیقا نشم. خانمای محترم، نه به شوهراتون بنازید نه به دوست پسراتون. پول کونه، فیلم کون شوهرتون رو براتون یا دوست پسرتون رو میفرستم که از زندگی سیر بشید، دو تا قرص برنج بخورید بمیرید. هیچ وقت با آریان کونی در به در نشید، همیشه خوبشو بخواید. و وقتی هم آریانو دیدید فرار کنید فقط، چون من چشم به شوهرها و دوست پسراتون نیفته. فیلم کونشو برات میفرستم تا بفهمی دنیا دست کیه. فهمیدی چی میگم؟ چون الان هر کسی که میاد منو میکنه به خاطر کیرمه، به خاطر کیرمه. پس کیر من از سبت و کس با ارزش داره. نه لیپو کردم، نه کسمو تنگ کردم، نه صورتی کردم، نه هیچ گوه دیگه. ماشاءالله هزار و الله اکبر، نچرال طبیعی نامبر وانم. عشقم رضا جون دو دقیقه با بچه ها صحبت کن، جاش نباشه تو این تریبون اینو بگم. من ماه رمزونم داره میاد. من ماه رمزون سال پیش حامله بودم، نتونستم روزه بگیرم. یه لیوان شیر و خرمامو بیارم سحریمو بخورم. عشقم جونت فدات شم. خب بچه ها قربون شما بشم. ببین بچه چیز بگم، ببینید بچه شما الان اینجا میان فوش می نویسین، اصلا نه به من میرسه نه به آریان میرسه، چون ما بیزینس خودمون رو داریم، ما کار خودمون رو داریم میکنیم، زندگی خودمون رو داریم، هر روز جوانتر میشیم، هر روز بیبیتر میشیم. این فوشاتون عشقای دلم، من فدا اون انگوشای خوشگلتون بشم، نه به من میرسه نه به آریان. بخاطر همین یک ساعت بذاری فقط بشینی فان نگاه کنیم، بگیم بخندیم شاد بشیم، نه این فوشاتون به ما هم نمیرسه.
چون ما کار خودمون رو میکنیم. الان آریان کیرای خودش رو داره، من کیرای خودم و هم زندگی خودمون رو داریم میکنیم. من فدای دستتون میشم، حداقل یه چیز انرژی مثبت بفرستیم برای ما به جای فوش. و آن یعنی من بگم فکر کنم مثلا پسره، ببین اصلا یه چیز دیگه مشخصی بهت بگم، پسر دانشگاه ما اصلا یه پسری اولترا خوشگل و جذاب و خوشتی، اصلا باورت میشه سمت من اومده بود به جای که بره سمت اون دختره که تو مثلا دانشگاه هست. من تعجب، بعد دختره به خاطر همین همش با من بد بودن، من داستان نمیدونم چی. بعد پسر من یه بار به من گفت، گفتون چون خوش صحبتی، خوب صحبت میکنی، میگی میخندی، گفت دختره احساس من خودشونو میگه، با اینکه کسم داره من تعجبم چرا خودشونو قبل میگیرن، من نمی تعجب میکنم به چیشو مینازن. حالا حتما به خاطر کسشون حتما. پسر مثلا اکثر پسر دوست ندارن دختر خودشو بگیره، دلشو میخواد مثلا طرف اجتماعی باشه، بگه، بخنده، سکس خوبی داشته باشه، آدم خوش رو اصلا دوست ندارم. و به خاطر همین ما که شیطون هستیم، این مورد هم بهت بگم، پسرها خیلی طرفدار، یعنی بیشتر میان سمت ما. این قضیه هم خواستم بهت بگم آریان، ما خیلی چون شیطون هستیم اصلا نمیتونم، واقعا من نمیتونم یه جا مثلا وقتی میرم ساکت بشینم و دلم میخواد همیشه یه شیطونی بکنم که بتونم حداقل دل پسره رو به دستم ببرم، بذارم کیرشو بخورم. من اون شب یه ببین به زیباترین پسرای دنیا رو همین لبنان و فلسطین و این سمتا داره. اون شب یه پسره اومده بود خونه من، سه بار تا حالا اومده، پول خیلی خوبی هم میده، که یعنی دیگه تو دیگه ما کل آخر پسرا رو دیدیم. وقتی اینو میدیدی میگفتی دیگه خدا دیگه بهتر از این نه دیگه نبوده تو این دنیا. تن از ده ده بگو پسره، قد بلند، هیکلی، لبای صورتی، پوست سفید، چشم ابرو مشکی، ریش سیبیل، موهای مشکی، هیکلی، شورت مشکی، کیر کلوف، چی بهت بگم؟ یعنی چی اصلا نگم بهت؟ واقعا داشت اشکم در میومد وقتی ساک میزدم. چرا؟ یک نمیدونم این ضعفه یا به دوستام هم تعریف کردم، نمیدونم این ضعفه، داشتم ساک میزدم اشکام رو کیرش میریخ. چرا؟ به منم همینم. من اصلا ببین، من حالا برای پیش اومده که ساک بزنی گریه کنی. آریان گریه که خوبه، من این ببخشی این داخل دماغم یاد باهین. این آرش بالای دماغم یاد باهین باش. و باورت پسر رو دوست دارم. من پسر خودش به هم گفت، تو چشمام گفت، گفت من دلم میخواد وقتی یکی داره ساک میزنه من از بالا دارم نگاش میکنم اون اشکاشو ببینم، اون کثیفی بینشو ببینم که ازش میاد بیرون. یعنی پسرها خیلی دردی خیلی دوست دارم. گفت ارضا میشم وقتی میبینم اشک در اومده. من بدبختی که هم اشک هم میاد، همین آشغالای بینی میاد بیرون ازش. نه تو اشکت برای چی بود؟ از خوشحالی؟ هم از خوشحالی بود، هم به خاطر اون مثلا کیرش که تا ته میرفت تو گلوم. ته گلو لزجه دیگه، این قسمت لزجه، یعنی تو لازم نیست توف بزن یا لازم نیست مایه بزن، این قسمت گلوی هر آدمی لزجه، خیلی حالت نرم داره. کیر که میره اینجا، اون پسر خیلی حال میکنه این قسمت میره، و به خاطر همین همون داخلی که دهن است، وقتی داره میکنه تو دهن، نگاه مثلا داخل کون داره میکنه یا داخل کس داره میکنه، فکر میکنه اونجاست و خیلی حال بهش میده، خیلی دوست داره و میاره بیرون. این تو حالت کش میشه و اون حالت خیلی ارضاش میکنه پسر وقتی نگاه میکنه به این صحنه ها. ببین چیز رضا، تو تا حالا شده مثلا میخوام اینم این حس که من دارم برای تو هم مشترکه یا نه، اینی که طرفی که دو تا حس مشترک دارین، با یک نگاه میبینید دو تایتون خوشتون اومده، با یک نگاه تا حالا برات پیش اومده یه پسر رو دیدی و تموم شده رفتید سکس کردین با یک نگاه؟ یعنی تو یک نگاه، یعنی یه لحظه مثلا تو خیابون دیدمش، دستشو گرفتم بردم تو خونم. نه که حالا دستشو بگیری، مثلا میبینی دوتاییتون با تو یک شرایطی بودید، توی اصلا توی مهمونی چش تو چش میشید، با یه نگاه فول کیس هم میشید، پیش اومده؟ آره بگو برم. من مهمونی که از بچه ها بود، تو مهمونی که از بچه ها بود رفته بودیم، ما داشتیم خب ما ابا خواهرا داشتیم با هم دیگه میرقصیدیم و تو جشنای ماها خب کیرا میان دیگه، و
اون پسره مثلا فکر کن خیلی اونجا وایساده بودن و اینا، حالا شانس من اومد سمت من، بدبخت من حالا اون لحظه آمادم نبودم، فکر کن نه بالاخره شیلنگ شروع خودم رو کرده بودم، ولی خدا رو شکر نه انی روش ریختم نه چیزی. من استرس اینو داشتم چون من قبل از فکرم باید حتما خودم تمیز کنم، باید آماده باشم، یعنی این بالاخره شیلنگ رو بکنم، اون شستشو رو انجام بدم که وقتی خرابکاری رو پسر نکنم، بعد همیشه آماده باشم. و اون لحظه میمونی من آماده نبودم خب دیگه، ولی خب آرایش کرده بودم و اینه، ولی خب اون عملیات قبل سکس انجام نده بودم. ببین اون لحظه پسره گفتش، دیدم چشمک زد و اینا، گفت مثلا بریم طبقه بالا، بعد منم خیلی ازش خوش آمده بود، خیلی کیس بود، خیلی کباب بود، منم باش اوکی شدم، مثلا دستم رو گرفت منو برد بالا و تو بال خون طبقه بالا سکس هم توی یکی از اتاقا. و ببین با یه نگاه، فقط من اصلا پسره رو نمیشناختم، فقط با یک نگاه اون منو دید، منم اینو دیدم، با هم دیگه رفتیم طبقه بالا سکسمون رو کردیم. بعد پسرم دیگه بعد اون موقع رفت، نه توی انگار فقط منتظرم تو مهمونی با یکی سکس کنه بعد بره. ولی آریان خیلی جذاب بود، من اگه پسر جذاب نباشه، کیس هم نباشه، اصلا نمیتونم سکس کنم، اصلا حاضرم بیکیری بکشم ولی بتونم با اون پسر که دلم میخواد تایپم هست سکس کنم، نمیتونم با پسر که نمیتونم سکس کنم، دوستش ندارم سکس کنم. I got you, I understand. یه سوالی که برای من پیش اومده، من بعد از مشتریام تا در رو باز میکنن کیر اینا بلندن، و از خیلی از مشتریام که میان میشینن بعد یک ساعت کیرشون بلند میشه، داستان چیه؟ خب ببین اونایی که یه جورایی هم تازه در وارد اتاق خونت که میخوان بشن سیخن، اینا یه جورایی خیلی مشخصی که آدمای خیلی حشریان و چون تو رو میشناسن و دیدنه، حالا نمیدونم بار چندم بوده، اگه بار اول باشه خب مسلما خب میشناختنت که اومدن بودن و میدونن که تو چه آدم هاتی هستی، و به خاطر همین اینا همیشه سیخ هستن، اصلا هر کیو بخوام ببینن همیشه سیخ میکنن. حالا تو که تایپشون بودی ممکنه تو رو دیده باشن و سیخ کرده باشن همون دم در که وارد خونت میخواست بشه مالی. و اونایی که دیر سیخ میکنن، اونا فقط منتظر که مثلا ببینن که شاید مثلا طرف فیک باشه یا مثلا طرف چی باشه، و تو رو وقتی از نزدیک میبینن بعدش سیخ میکنن. ولی اونایی که از قبل سیخ میکنن، اونا احساس میکنن که حالت سکسای خوبی دارن پسرا و میتونن طرف رو خیلی ارضا بکنن و اون طرف هم کیسشونه، یعنی مثلا که تو هستی. و یه سوال دیگه، چرا مثلا من، خب من یه کونه بینون مللی هم اینترنشنال کون هستم yeah. من با همه قشم از جامعه رابطه داشتم، با عرب، ترک، افغانی، چینی، هندی، آمریکایی، کانادایی، با هر کی که تو، با هر مردی از هر قشمی من رابطه داشتم. ولی چرا وقتی که یک مرد ترک، یک مرد افغانی، یا همین مرد خاورمیانه، یا عرب، یا پاکستانی، همین های هندی، اینا میان، چه منو بشناسن چه نشناسن، کیرشون همیشه بلنده؟ چرا این مردای خاورمیانه خیلی دوست دارن مثلا پسر بکنن، مثلا غربیا دوست ندارن؟ چیه مثلا من هر ایرانی اومده، افغانی اومده، ترک اومده، کیرشون بلند شده، انقدر حال کردن، انقدر خوب منو کردن که فکر میدیدم توی صورتشون که چقدر دارن از من لذت میبرن، میدیدمشون. ولی وقتی که مثلا به یه آمریکایی کون میدم، نمیبینم اون حس رو، نمیگیرم که این داره از کون من لذت میبره. ولی وقتی یه ترک منو میکنه، میخونم که این داره رفته تو بهش با کون من. آره خب خواهر ببین جنشونه دیگه. ببین سمت خواب میدل ایست خاورمیانه واقعا هاتن. من چند از دوستام که مثلا اروپا هستن، آمریکا هستن، میگن اصلا پسر نمیتونه انگار اینجا ما رو ارضا کنه. ببین خوب هستن و نمیگم بدن، ولی گفتش نمیدونم اینا چه ژنی دارن، میدلستیا یعنی خاورمیانه، نمیدونم چی هستن که حالا قضاشونه، ژنشونه چیه. گفت خیلی همش سیخن، همش گنده، اصلا آدم دلش میخواد همش بهشون بده. نمیدونم چرا اینجوریه واقعا. من خیلی این حرفو شنیدم، این سمت خاورمیانه واقعا هاتن. من اصلا ارضا میشم، من پسر پشمالوی مثلا نه که بگم خیلی سیام، نه برنز و سبز خیلی دوست دارم که حالت مثلا تیپای عربستانی، تیپای ترکیه‌ای، تیپای ایرانی، تیپای افغان، اینا خیلی من ارضا میشم.